سرطان چیز مرموز و ترسناکیه. در تلاش برای فهمیدن سرطان، برای پیدا کردن درمان‌های بهتر، متوجه یک پارادوکس سیستی شدیم که تا این لحظه لاینحل باقی موند. ظاهراً حیوانات عظیم الجثه سرطان مصون هستند که این با عقل جور در نمیاد. هرچی که حیوان بزرگتر باشه، باید بیشتر سرطان بگیره. میپرسید چرا؟ برای فهمیدن این مطلب، ابتدا باید به سرشت خود سرطان نگاهی بندازیم. سلول های ما مثل ربات های پروتئینی هستند که از صدها میلیون جزء تشکیل شدن و مطابق دستورالعمل هایی که بر پایه واکنش های شیمیایی هستند، ساختارهایی رو ایجاد و ساختارهایی رو متلاشی می کنند. سوخت و ساز ها رو متناسب با دریافت انرژی نگه می دارن یا کپی های تقریبا بی نقص از خودشون می سازن. ما به این واکنش های پیچیده شیمیایی میگیم مسیر. مسیرها شبکه‌های بیوشیمیایی در هم تنیده‌ای هستند که طبقه طبقه روی هم قرار دارن و بی‌نقص کارشون رو انجام میدن تا زمانی که بالاخره نقص پیش میاد. خطاهای کوچیک با هم جمع میشن و تشکیل یک ساختار بزرگ میدن. سلول‌های ما برای اینکه شرایط از کنترل خارج نشه، یک کلید مرگ دارن که به اونها امکان خودکشی میده. اما این کلیدهای مرگ هم خطاناپذیر نیستن. اگر در سلولی کلید مرگ عمل نکنه، میتونه تبدیل به یک سلول سرطانی بشه. اکثر چنین سلول هایی خیلی سریع توسط سیستم ایمنی قلع و قمع میشن. ولی خب این بازی عدد ها و شانسه. در یه بازه زمانی به اندازه طولانی، سلولی با خطای کافی پدید میاد که از چشم سیستم ایمنی دور میمونه و شروع به تکثیر خودش میکنه. همه ی حیوانات باید با این مسئله دست و پنجه نرم کنن. به طور کلی سلول‌های حیوانات مختلف تقریباً هم‌اندازن. سلول‌های یک موش از سلول‌های شما کوچکتر نیست. فقط موش تعداد سلول‌های کمتر و عمر کمتری داره. سلول‌های کم و طول عمر کوتاه به معنی کمتر پیش اومدن خطا یا جهش ژنتیکی سلول هاست یا حداقل به نظر میاد که اینطوری باید باشه. انسان ها نسبت به موش‌ها 50 برابر بیشتر عمر می‌کنن و 1000 برابر تعداد سلول‌های بیشتری دارن. با این حال نرخ سرطان بین موش و انسان تقریبا یکیه. نکته جالب اینه که سلول های وال های آبی 3000 برابر بیشتر از سلول های انسان هستش، اما ظاهرا اونها سرطان نمیگیرن. این پارادوکس پیتو هستش. این کشف اعجاب برانگیز که حیوانات بزرگ جثه خیلی خیلی کمتر از اونچه که انتظار میره سرطان میگیرن، دانشمندان فکر میکنن که دو راه حل اصلی برای این پارادوکس وجود داره: فرگشت و ابرتومورها. راه حل اول، یا دچار فرگشت میشی یا تبدیل به توده سرطانی. از 600 میلیون سال پیش که جانداران پرسلولی پدید اومدن، حیوانات بزرگ و بزرگتر شدن. با افزایش تعداد سلولها، طبیعتاً شانس پیش اومدن اشتباه زیادتر میشد. بنابراین کل مجموعه باید بر روی سیستم‌های دفاعی بهتری در مقابل سرطان سرمایه گذاری میکرد. اونهایی که این کار رو نکردن، نسلشون منقرض شد. ولی سرطان همینطوری اتفاق نمیفته. پروسه ای است شامل تعداد زیادی اشتباه‌های پی در پی در ژن‌های مشخص و همگی در یک سلول. به این ژن‌ها پروتو اونکوژن گفته میشه و زمانی که جهش در اونها رخ بده، اتفاق بدی تو راهه. مثلا توسط یک جهش مشخص، سلول توانای خودکشی رو از دست میده. به کمک جهش دیگه امکان مخفی موندن رو پیدا میکنه، با یه جهش دیگه میتونه درخواست منابع غذایی بکنه و یه جهش دیگه کافیه تا توانای تکثیر سری خودش رو به دست بیاره. انرژی. این اونکوژن ها البته ضد خودشون رو هم دارن. ژن های سرکوبگر توبور ها. این ژن ها از بقوع این گونه جهش های اساس پیشگیری میکنن یا اگر سلول قابل بازسازی نباشه، دستور خودکشی میدن. معلوم شده که حیوانات بزرگ جثه تعداد بیشتری از این ژن‌های سرکوبگر رو دارن. به همین خاطر سلول‌های یک فیل برای تبدیل شدن به تومور به جهش‌های بیشتری در مقایسه با سلول‌های یک موش نیاز دارن. اونا از خطا مصون نیست، بلکه مقاوم‌ترن. این سازگاری فرگشتی احتمالاً هزینه هایم داره. اینکه ژن‌های سرکوبگر تومور باعث زودتر پیر شدن فیل‌ها میشن یا سرعت بهبود زخم‌ها رو کاهش میدن، هنوز نمیتونه. اما راه حل این پارادوکس اساساً میتونه چیز دیگه ای باشه: ابرتومورها. نامگذاری ابرتومورها از ابرانگلها الهام گرفته شده. انگل انگلها. ابرتومورها هم تومور تومورها هستن.
به طور طبیعی سلول‌ها با هم همکاری می‌کنن تا ساختارهایی مثل اندام‌ها، بافت‌ها یا اجزای سیستم ایمنی رو تشکیل بدن. ولی سلول‌های سرطانی خودخواهن و صرفاً برای منفعت کوتاه‌مدتشون کار می‌کنن و اگر موفق بشن تشکیل یه تومور میدن که در این صورت میشن یک مجموعه سرطانی بزرگ که کشتنشون می‌تونه خیلی سخت باشه. تکثیر سریع میلیون‌ها یا میلیاردها سلول سرطانی به منابع غذایی و انرژی زیادی نیاز داره. مقدار مواد مغذی که سلول‌های سرطانی میتونن از بدن بدوزن عامل محدود کننده ی رشد تومور هست. به همین خاطر سلول‌های تومور بدن رو فریب میدن تا رگ‌های خونی جدیدی مستقیماً وارد تومور بشه. سلول‌های سرطانی ذاتاً ناپایدارن و بنابراین میتونن به جهش ادامه بدن و کپی هایی رو از خودشون تولید کنن و زمانی میرسه که یک کپی از سلول های سرطانی اصلی ممکنه ناگهان خودش رو به چشم فرد جدا ببینه و دست از همکاری بکشه که در این حالت تومور اصلی رو به چشم یک دشمن میبینه و بر سر همون منابع غذایی کمی که وجود داره درگیری پیش میاد. به این صورته که سلول‌های تازه جهش یافته میتونن یک ابر تومور بسازن و منبع تغذیه رو از تومور اصلی قطع کنن و نتیجهش مرگ سلول‌های سرطانی اصلی هستش. سرطانی که سرطان رو میکشه. این فرآیند میتونه بارها و بارها تکرار بشه و ممکنه همین باشه که نمیذاره سرطان برگ جانداران بزرگ جثه مسئله ساز بشه. شاید حیوانات بزرگ جثه بیشتر از اونی که فکر میکنیم از این ابر تومورها داشته باشن، ولی هیچ کدوم به اندازه بزرگ نمیشن که توجه رو جلب کنن، که البته با عقل هم جور در میاد. یه تومور 2 گرمی 10% وزن یک موشه، در حالی که کمتر از 2000% وزن انسان و 2,000,000% وزن یک واله آبیه. هر سه این تومورها به تعداد تقسیم سلولی یکسانی نیاز دارن و تعداد سلول‌هاشون برابره. بنابراین شاید یه واله آبی پیر بدنش پر از سرطان‌های کوچیک باشه و اهمیتی هم نده. راه حل‌های دیگه ای هم برای پارادوکس پیتو پیشنهاد شده، از جمله نرخ متفاوت سوخت و ساز یا ساختار سلولی متفاوت، ولی در حال حاضر درست نمیتونه. فهمیدن این مسئله که چطور حیوانات بزرگ جثه در برابر یکی از مرگبارترین بیماری‌هایی که میشناسیم اینقدر مقاومن، میتونه راه رو برای روش‌های درمانی جدید هموار کنه. سرطان همیشه چالش سختی بود. امروز ما در این کم کم میفهمیمش و شاید روزی بتونیم بالاخره بهش غلبه کنیم.